بر شما وقتتون به خیر باشه قرار در این برنامه و این قسمت در مورد پرایس اکشن صحبت کنم یکی از های موفق معاملاتی که بسیاری از تریدرهای موفق از این سب استفاده می کنند پس با هم ببینیم پرایس اکشن چی هستش و ما چطوری میتونیم از این سبک استفاده کنیم حتما در قسمت های آینده با دیتایل های بیشتری این موضوع رو ادامه خواهیم داد و این سبک رو خدمت شما آموزش میدم اول از همه به نظر من لازمه که برای کار کردن با سبک پرایس اکشن متوجه بشیم که این سبک چطوری کار میکنه و درکش کنیم وقتی که یک موضوعی رو ما درک داشته باشیم بهتر میتونیم از اون استفاده کنیم ببینید در بازارهای مالی میلیون ها نفر در حال معامله کردن هستند و قیمتی که ما به صورت چارت در سایت های مختلف تحلیلی میبینیم برگرفته شده از نظر میلیون ها نفر معامله هستش که در نهایت در هر تا این فریم ای ما به صورت یک کندل سبز رنگ یا یک کندل قرمز رنگ میبینیم و زمانی که این کندل سبز رنگ هست به این معنا هست که بیشتر افراد فکرشون روی خرید اون چیز هست و زمانی که کندل قرمز رنگ ثبت میشه یعنی اینکه بیشتر افراد نظرشون این هست که باید فروشنده باشن و اون قیمت قیمت بالایی هست و میفروشن و در نتیجه وقتی این چند کندل در کنار هم قرار میگیره یک ترندی رو ایجاد میکنه که کندل های سبز در کنار هم یک ترند صعودی و کندل های قرمز در کنار هم یک ترند نزولی رو ایجاد میکنه اینها رو خدمت شما دارم میگم که کم کم با مفهوم پرایس اکشن آشنا بشین توی صحبت هم اشاره کردم میلیون ها نفر معاملگر در بازار هستن که نتیجه اون یک کندل میشه اینجا میخوام در مورد خرد جمعی صحبت کنم که به ما داره میگه وقتی که یک سوالی رو از تعدادی بپرسین تعدادی افراد بپرسین هر چقدر این دامنه, دامنه ی تعداد بیشتر باشه درست بودن اون جواب سوال احتمالش بالاتر میره یعنی چی؟ یعنی اگر که اگر از یک جامعه ده نفری قیمت یک سهام یک شرکتی رو بپرسین این اختلاف بیشتر میشه مثلا فرض کنید که اولین باری که میخواد سهام بونی عرضه بشه در بازار استاک آمریکا از یک جامعه ده نفری باشه یکی میگه ارزش بوینگ یک دلار یکی میگه هزار دلار یکی میگه 100 دلار یکی میگه 500 دلار این اختلاف خیلی زیاده دیگه درسته این جامعه وقتی بشه صد نفر اختلاف ها نزدیک به هم میشه وقتی جامعه بشه هزار نفر باز کمتر میشه وقتی این جامعه میرسه به چند میلیون نفر این اختلاف به اندازه کم میشه که به یک عدد واحد میرسه و به این میگن خرد جمعی یعنی بیشتر افراد فکرشون و هدفشون اینه که برای مثلا قیمت اون سهام یک عددی رو در نظر میگیرن سبک پرایس اکشن هم این هست که در بازار با کندل هایی که تشکیل میشه به این نتیجه میرسه که الان قیمت اون سهام میل به صعود داره یا به میل به ریزش. امیدوارم که تا اینجا کار همراه من بوده باشین و متوجه شده باشین که قراره چه چیزی رو براتون آموزش بدم درک کردیم که این کندل هایی که تشکیل میشه به چه معنا هستش و هر کندلی که داره تشکیل میشه کلی سیگنال داره به ما میده کلی نشونه داره به ما میده که من و شما به عنوان یک اعضای کوچیک در این بازار مالی به این نتیجه میرسیم که الان باید خریدار باشیم یا فروشنده چرا که وقتی که ما داریم یک سهمی رو ترید میکنیم یک جفت ارزی رو ترید میکنیم چه در بازار کریپتوکارنسی چه در بازار فارکس و چه در بازار استاک یک رانت خاصی نداریم اطلاعاتی از خیلی از اسرار محرمانه نداریم شاید اعضای یک دولت وقتی که مثلا فدرال رزرو اگر با بازار مالی آشنا باشین بسیار به گوشتون خورده قرار یک تصمیمی رو بگیره ما خبر نداریم در آینده چطوره ولی با کندل ها با همون خرد جمعی که خدمتون گفتم متوجه خواهیم شد به همین دلیل هستش که سبک پرایس اکشن سبکی که بسیاری از تریدرهای موفق استفاده میکنن و وقتی که وارد پرایکس اکشن میشیم سبک های مختلفی از دلش میاد بیرون از آی بگیم از آر بگیم به همین صورت و هر تریدر موفقی کسی که مثلا در بانک ها کار کرده با سرمایه بسیار بسیار زیادی سرگل زده میاد یک سری اطلاعات داره بر اساس مثلا بانک تریدر ها مثلا برای آرتیم به این صورت به وجود اومده از دل پراکس اکشن که چطوری بانک ها نقدینگی ها رو جمع میکنن و کجاها ورود میکنن کجاها خروج میکنن چطوری قرار سود بگیرن و به این صورت الان که متوجه شدیم پرایکس چطوری شکل میگیره و چی هست کم کم میخوایم وارد بحث عملی بشیم یعنی بریم روی چارت این موضوع رو موضوعاتی که خدمت شما گفتم رو روی چارت براتون توضیح بدم و در ادامه ببینیم هر کندل چه معنا و مفهومی داره من این که دارم با چارت تصمیم میگیرم و با چند دیدن چند کندل تصمیم میگیرم و سرمایه خودم رو وارد این بازار میکنم و روش ریسک میکنم چطوری بتونم ریسکم رو کمتر کنم کجاها دست به مهره بشم و روی موس کلیک کنم و کجاها باید دست به سینه بایستم و هیچ کاری انجام ندم دوستانی که ترید کنن این حرف من خیلی خوب متوجه میشن که بارها جایی وارد شدن که نباید وارد میشدن و اونجاها چه خریدار بودن چه فروشنده بودن متاسفانه از با ضرر آمدن بیرون خب بریم روی چارت و صحبت های خودمون رو تکمیل کنیم چند تا چیز رو برای شما باز میکنم یکی اونس جهانی یکی بیت کوین و دومی قرار چارت دلار و بعد از اون روی همین چارت دلار شاخص آمریکا رو با همدیگه ببینیم اگر قراره که استارت ترید رو بزنید و دارین الان بیننده ما هستین و نمیدونیم که باید با چه تایم فریمی کار کنید و چطوری معامله انجام بدین اول سعی کنید تایم فریم های بالا رو درک کنید تایم فریم های بالا کار هر کسی نیست تغییر دادن در اون خرد جمعی وقتی تایم فریم اون جامعه ای که ابتدای صحبتم گفتم و بارها تو ذهنتون تکرار کنید تایم فریم پنج دقیقه میشه یک جامعه 100 صد نفری اما تایم فریم دیلی میشه یک جامعه چند میلیون نفری که به یک خرد جمعی رسیده برای همین هست که هم از زبان خودم هم زبان دیگر عزیزان شنیدین که هر چقدر یک تایم فریم بالاتر باشه ما بهتر و بیشتر میتونیم از اون تاییدیه بگیریم و انتظار یک تحلیل موفقتر رو داشته باشیم یک هایدی انجام بدم اوکی این چارت خودم هستش از طلا میخوایم شروع کنیم همطوری که دقت میکنید یک سری روند ها شکل گرفته تو بازار دیگه درسته به اینجا که بیشتر کندل ها قرمز رنگ هست بهش میگن روند نزولی این قسمت میشه کفسازی این قسمت که کندل ها سبز هستن میشه روند صعودی و باز روند نزولی و این روند صعودی خودش در دل این روند نزولی قرار داره این قسمت که روند نزولی دوم شکل میگیره خود این قبلشون رو بگم که این روند نزولی در دل این روند صعودی هستش و تا اینجا اصلاح بوده اما از اینجا به بعد که میاد این بالا و ریزش میکنه در واقع چنج آف کاراکتر هستش و استارت روند نزولی هست که میبینیم دوباره تا این پایین پایین ریزش کرده باز اصلاح و ریزش بیشتر خب چیا رو میخوایم بهش توجه کنیم اینکه هر کندل چه معنایی داره و میخوام برای هر کندل یک جلسه جزگانهی بذارم که دقیق روی بازار ببینیم این جلسه پراکس اکشن رو برای شما معنا کردم که چطوری قراره که بفهمیم این سب کی که داره کار میکنیم داره بر اساس چی هست مثلا اینجا که این کندل سب سب شده دوستان کندلی هست که خرد جمعی یه معامله گران چند میلیون نفر ولوم همینجا داریم میبینیم به این نتیجه رسیدن قیمت قیمت ارزش خریق داره تا لحظه آخر ببینید کندل دیلی هست از ابتدا تا انتا همه خریدار بودن انقدر تعداد خریدار زیاد بوده که ما اصلا شدون نمیبینیم درسته و کندل بچه اتفاقی افتاده یه تعدادی فروشنده بودن ولی به محض اینکه ورود کرده در دل این کندل دوباره خریدارا قیمت جذاب ده وارد شدن وارد شدن وارد شدن به این میگن رالی یک رالی و رالی بیس رالی در واقع هستش و هر پایین اومدن فرصت خرید هستش حالا من اینو متوجه شدم فرض کنید زمان رو هم برمیگردم نه به این قسمت یعنی میخوام لایو مارکت رو داشته باشم من تریدر دارم میبینم روند نزولیه همه جا شنیدم که برخلاف روند معامله نکن میام اینجاها میگم خب اینجا خیلی شدو داره مقاومت داره بخوام معامله بگیرم بعدش اتفاقی میفته شما دیدین دیگه قیمت خیلی رفته بالا اما در سبک پرایس اکشن میگه که وقتی یک کندلی داری با این مومنتوم میبینین واژه مومنتوم جدیده الان سوال گذاشتم براتون نگران نباشین هر کلمه که من میگم و الان سوال در ذهنتون میذارم در ویدیوهای آینده قسمت های جدید اون سوال شما رفع خواهد شد و حتی همینجا بهتون میگم که قسمت چهارم پراک قراره که مومنتوم رو متوجه بشید یک مومنتوم قوی هست و داره قیمت میره بالا چه اتفاقی افتاده؟ تریدر باید متوجه بشه که تایم دیلی وقتی ساعت دوازه شب روی کلوز اتفاق افتاده حالا دوازه یک هر جه که هست روی تریدینگ ویو هر جای این دنیا که در حال زندگی کردن هستین یک تایمی داره 24 ساعت تایم دیلی اینجا این قسمت نوشته میشه بریم رو لایو مارکت نشونتون میدم چون زمان برگردوندم عقب نمی بسته شده اومده یک سقف جدیدی زده خب یک سقف جدیدی زده از اینجایی که یک ارز استارت کرده از اینجایی که یک ارز استارت کرده همه رو پوشونده یعنی هرچی فروشنده که اینجاها بوده دوستان همه فروشنده ها رو جمع کرده یعنی خریدارا هر چیزی که اونا میخواستن بفروشن رو خریدن پس اینجا یک سیگنال هست که اینجا چینج آف کارکتر اتفاق افتاده علی رزا شاید برام این سال براتون این سال پیش آمده باشه که اینجا هم مومنتوم قویه درسته اینجا رو رد کرد میگم توی, توی این کندل رد کرد نه توی این کندل رد کرد نه توی این کندل رد کرد بله فرصت خرید به هد داد خیر مستقیم کندل بعدی رفته کندل بعدی این قسمت رو تون... البته اینجا مهم ها این قسمت و این قسمت اینجا رو تونسته رد کنه نه نتونسته پس برگشت دوباره پایین اوکی اینا رو باید توجه کنید در ادامه مطمئنم که قشنگ اینا رو متوجه میشین ولی اینجا یک کلوزی داده همه اینا رو پوشونده اینجا رو پوشونده اینجا رو پوشونده این قسمت خیلی راحت پوشونده و من تریدر باید اینجا متوجه شدم که یک بار اینجا فرستاده بالا اینجا یک ناحیه قوی بوده درسته دو بار اینجا فرستاده دفعه سوم اینجا فرستاده اینجا یه بیس خیلی قوی هستش خود من علی رضا بخوام ترید کنم توی این لایو مارکت مطمئن باشین هم اینجا رو میگیرم هم اینجا رو میگیرم نه براساس سبک پرایس اکشن بر اساس قیمت خوب جایی که من اگر استاپ بخورم استاپ کوچیکی میخورم ولی اگر سود کنم انقدر زیاد سود این هم در مورد قیمت خوب در دل پرایس اکشن صحبت کردم براتون حالا اینجا کندل ثبت شده بالاتر هستش درسته چه اتفاقی افتاده بریم جلوتر وقتی که قیمت رو نگاه میکنیم بسیار عالی پلیش کو خب ببینید وقتی که اینجا قیمت ثبت شده و همه اینجا رو کلوز داده تو تایم این پایین خیلی قشنگ اومده پایین اومده پایین به این بیسی پول بک زده و تمام حرکت قوی به سمت بالا میدونین چند صد پیپ 1669 رو در نظر داشته باشین و اینجا رفته بالا رفته بالا حالا من پرایس اکشن بخوام براتون بگم بهتون دو تا تارگت میدم یکی میگم از اگر اینجا وارد شدین 1660... 669 یک حجم رو باید 1726 خارجین یک حجم رو باید 1749 خارجین و یک حجم رو روی قیمت 1785 روی این قسمت روی هیستوری مارکت نگاه میکنه پس میفهمیم پرکسکشن چقدر میتونه به ما کمک کنه هم ورود رو به ما داره میگه هم داره خروج رو به ما میگه و حتی فرصت خرید رو به ما میده و در ادامه الان شما ببینید قیمت حرکت کرده به سمت بالا رفت دیگه درسته وقتی اینجا نگاه کنیم تازه در اینجا اینو رد نکرده اومد اینجا اینجا خیلی مویرگی رد کرد این قسمت ضعیف داره ردش میکنیم ببینید وقتی که میرسه به این مقاومت اساسی بازار بار از اون رالی وارد یک حالت نوسانی میشه اون خرد جمعیه اون اطمینان رو نداره که بخواد این رالی رو رد کنه و بره بالا اینجاها ما میایم فروشنده هستیم خریدار هستیم یک کانالی ترسیم میشه و هم روی سقف فروش میزنیم روی کف خریداری میکنیم و این حرکت رو ادامه میدیم باها چون ترند ما سعودی شده و چنج آف کاراکتر صورت گرفته این از این موضوع امیدوارم که قسمت اول براتون بسیار جذاب بوده باشه و همیشه شاد و پرسود باشید.